سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. من امروز اومدم که راجع به کار پیدا کردن توی آلمان باهاتون صحبت کنم. کار دانشجو پیدا کردن که نگرانی خیلی از شماهایی که میخواید توی آلمان دانشجو بشید و نمیدونید چجوری از پس هزینه هاتون بر بیاید صحبت کنم. من میخوام کل پروسه‌ای که تا به الان در واقع طی کردم، جاهایی که کار کردم، جاهایی که درخواست دادم، چجوری درخواست دادم و همه اینا رو با جزئیات در واقع دیتیلز براتون توضیح بدم که یه ذره نگرانیاتون برطرف بشه و بدونید که باید چی کار کنید. اشتباهاتی که من کردم رو شما نکنید. خب بچه ها ببینید، اول میخوام در مورد روزای اولی که وارد در واقع جایی شدم که باید زندگی میکردم میخوام براتون توضیح بدم. من اولین باری که حالا اومدم، بچه‌ها میدونن کسایی که میخوان در واقع تحصیلی بیان آلمان یا باید یک نفری براشون تمکن بذاره، در واقع یه تمکنی براشون قرار بده، یعنی فیش حقوقی بذاره که من اگر که ایشون پس هزینه‌اش برنیامد من گردنش میگیرم یه جورایی، یا اینکه 11208 تا باید همراه داشته باشه که انگار میگن قراره این مبلغم افزایش پیدا کنه. حالا من از روزی که اومدم 11208 تا با خودم داشتم که در واقع توی فرودگاه فرم زل رو، فرم گمرک رو پر کردم که من این پول رو همراه هم دارم. بچه حتما این فرم رو پر کنید، چون که وقتی که میخواید حساب باز کنید اونجا دچار مشکل میشید اگر این فرم زل رو نداشته باشید. حالا همه اینا گذشت، من حالا هفته ای که اومدم خونه پیدا کردم اینا، حالا اونا هم براتون بعدا توی ویدیوهای دیگه توضیح میدم. اومدم، من خیلی دوست داشتم که زودتر شروع کنم به کار کردن که از تمکنم کم نشه، که بتونم در واقع این تمکنم رو نگه دارم برای سال بعدم که میخوام تمدید ویزا کنم. شما اگر تمکنتون کم باشه یا ویزاتون رو به صورت در واقع کوتاه مدت تمدید میکنن، یا اینکه ممکن اگر پول نشوشید اصلا تمدیدش نمیکنن. پس حواستون به چیز باشه، البته که شهر به شهر متفاوت هستش، یعنی ممکنه شهری که من هستم با شهری که یک کس دیگه حتی توی ایالت بایرنه متفاوت باشه، چون دوستای منم بودن اصلا طرف ممکنه 8000 تا پول داشته باشه ولی 2 سال بشه آمدن، ولی شهر من نمیده. حالا روز اولی که من اومدم اینجا، حالا دنبال کار میگشتم توی اپلیکیشن های مثل استپستون، مثل ایندید، لینکدین، اینا همه رو من در واقع مدام ببربن میکردم، اپلای میکردم براشون، درخواست میدادم که بتونم یه جایی کار پیدا کنم. بیشتر دوست داشتم که شهر خودم باشم. شهر من شهر حالا اونقدر بزرگی نیستش، توی در واقع اینستاگرام هم گفتم شهرم بزرگ نیست، 45000 نفر جمعیت داره، ولی شهر خیلی خوبیه، همه چی در دسترسمه و من واقعا پیشنهاد میکنم کسایی که میان آلمان اول تو شهرهای کوچیک زندگی کنن، چون همین که اجاره ها کمتره، همین که خیلی راحت‌تره، چون تو ماشین نداری نمیتونی همه جا بری اگه شهرت بزرگ باشه، همش با پیاده با اتوبوس میری، ولی خب شهر کوچیک با در واقع پای پیاده هم میشه در واقع به خیلی چیزها دسترسی پیدا کرد. حالا از اینا بگذریم، من گزافه گویی نکنم، میره سراغ کار پیدا کردن. من توی همه این شغل ها در واقع اپلای میکردم، خیلی هم اپلای میکردم و کلی نمیشنیدم، یا اینکه طرف مثلا برای فروشگاه های لیدل من اپلای کردم، به هم گفتش که پاشو بیا برای مصاحبه. رفتم مصاحبه، مصاحبهش هم خوب بود، اوکی بود، گفتش که چقدر میتونی کار کنی، علاقت چه، چرا میخوای اینجا کار کنی، از اینجور سوال ها که من جوابش رو دادم. ولی بعد از مثلا 2 هفته به من گفتش که نه، ما شما رو نمیتونیم بپذیریم. ببینید این فروشگاه ها اگر تو شهر کوچیک باشید معمولا بچه هایی که دانشجوها رو نمیگیرن، چون خودشون انقدر اوسبیلدون در واقع ارائه میدن که بیشتر برای کسایی که در واقع اوسبیلدون اونجا میکنن، خب براشون بهتره. و من اولین بار یه در واقع پیتزریا، یه پیتزا فروشی نزدیک خونم بود، گفتم که من برم از این بپرسم. رفتم و توی پیتزریا اونجا بهشون گفتم که من میخوام چه کار کنم. گفت آره پاشو بیا پروبت سایت. بچه هایی که آلمان میدونن وقتی شما میخواید شغلی رو در واقع شروع کنید، 1 یا 2 روز میرید پروبت سایت، یعنی که میرید کار رو امتحان میکنید، چند روز ببینید که اصلا خوشتون میاد خوشتون نمیاد، و یا اینکه اون اصلا اون سابکاره از شما راضیه راضی نیست، از این جور داستان ها. من میخوام حالا اتفاقاتی که برام تو پسیرا افتاد رو قطعا توی این حالا ویدیو بگم، تعریف کنم که اشتباهاتی که من کردم شما نکنید. من اولین روز که رفتم اونجا گفتم که آره من اومدم چه کار کنم و اینا، بعد گفت از کجا میای؟ گفتم از ایران میام. گفت چند وقت آلمانی؟ گفتم 2 هفته از آلمانم، و خب تعجب کرد.
گفت زبان آلمانی خوب حرف میزنی. گفتم خب آره، این یه اجباره برای ما ایرانی وقتی میخوایم بیام از ایران در واقع کلاس، حالا بریم توی دانشگاه تحصیل کنیم، نیاز به مدرک زبان داریم و من تو ایران یاد گرفتم. این خانم فهمید که من بی تجربه ام یه جورایی، یعنی توی آلمان قوانین رو نمیدونم، و یه جورایی از من سوء استفاده شو شروع کرد. من اول روز رفتم، خلاصه بیگاری ازم کشید و اینا، مثلا توی آشپزخونه سالاد درست میکردیم، نمیدونم حالا ظرفا رو مرتب کن و از این جور کارها، من ظرفا رو بذار توی ماشین ظرفشویی و این جور کارا، یعنی سالاد خرد کن از این داستانا، و خیلی کار سخت عجیب غریبی نبودش. و بچه ها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، توی پروبت سایت اصلا موظف نیست کارفرما به شما پولی بده، یعنی اصلا میتونه نده میتونه بده، اصلا دست خودشه. خلاصه که من اونجا کار کردم، روز اول من 20 یورو داد، گفت بیا اینم مثلا به عنوان یه هدیه من که اینجا کار کردی. گفتم اوکی خب حالا قرارداد ننویسیم. گفتش که نه شما یه روز دیگه هم بیا بعد قرارداد ننویسیم. گفتم اوکی. یک روز دیگه هم من رفتم اونجا و دوباره همین اتفاق پیش اومد، دوباره یه 20 یورو داد. گفتم که خب قرارداد ننویسیم. گفتش که نه من باید که چیز کنم ببینم دوباره، پاشو بیا مثلا یه روزی. گفتم باشه. بچه اصلا نمیتونن بیشتر از دو روز یا سه روز دیگه حد اکثر بخوان شما رو پروبت سایت بکشونن، اصلا نپذیرید، حتی همون یه روز بسه. یعنی طرف گفت یه روز بیاد، روز دوم بگو که نه من پروبت سایت هم اومدم، اصلا شما موظف نیستید که برید. و من دوباره رفتم چون من بی تجربه بودم، نمیدونستم این داستانا رو. رفتم دوباره بهش گفتم که خب قرارداد بنویسید. گفت من نمیدونم قرارداد چجوریه و این داستانا. بچه ببینید، من برای اینکه ویزامو تمدید کنم یا نیاز به تمکنم دارم یا یک قرارداد کاری که نشون بده آقا من هر ماه داره یه حقوقی دستم میاد، یعنی خودم دارم خودمو ساپورت میکنم، درسته؟ مثلا حقوق من به طور مثال اگر که مینی جاب باشه 520 یورو توی ماه، پولی که من باید از تمکنم بذارم یعنی هر ماه 934 تاه. خب شما باید 934 رو منهای 520 بکنید، خب مثلا حدودا میشه 400 خورده ای. شما دوباره 400 خورده ای تمکنتون باید بیاد تو حسابتون، یعنی شما به طور حداقل باید توی یک ماه 934 تا دریافتی داشته باشید. اگر از کارتون دریافتی ندارید پس تمکنتون باید بیاد توی حسابتون. یعنی که اگر که شما 520 یورو توی ماه در واقع کار بکنید که کار مینی جوب 10 ساعته هستش، شما در واقع توی تمکنتون رو باید کمتر بذارید، مثلا نصف دیگه باید بذارید، 11000 تا نمیتونید نذارید، 5000 تا بذارید، چون که هم دارید کار میکنید هم تمکن دارید. ولی اگر یه شغلی باشه که به شما 934 تا حداقل بده، شما نیاز به تمکن دیگه ندارید. البته بازم بگم این شهر به شهر متفاوته. من میشناسم کسایی رو که هم کار در واقع فست دارن، یعنی کار ثابت دارن، ولی بازم مجبورشون کردن که تمکنشون رو بذارن. این برمیگرده به اون آفیسر شما، کسی که مدارک شما دستشه، یعنی اصلا یه چیز قانون نانوشته است میتونم بگم، یعنی هر کسی کار خودش رو میکنه. پس به این چیزا دقت کنید. خلاصه من توی پیزایی که کار کردم، این خانم از زیر بار در میرفت و هر دفعه که من میگفتم میگفتش که نه من نمیدونم چه جوریه و این داستانا، شما میدونی چه جوریه یعنی چی نمیدونی؟ بهم گفت من میتونم به تو مینی جاب بدم. گفتم اشکال نداره به من مینی جاب بده، یعنی من هم 520 اوکی ام که 10 ساعت بیام توی هفته. بعد گفتش که نه واسه دانشجو فکر کنم کمتره. من دیگه فهمیدم که این داره منو کلایی میپیچونه. دیگه فهمید که من فهمیدم که این جوریه، دیگه به من زنگ نزد که پاشو بیا. خلاصه من از اینجا واقعا شکست خوردم، ولی چون که میگم نزدیک خونم بود خیلی برام به صرفه بود که اونجا کار کنم. از اونجا کلا اومدم بیرون، دیگه برای شغلای دیگه اپلای میکردم. یعنی شاید دروغ نباشه بهتون بگم، شاید 200 تا نشنیدم واقعا، 200 تا یعنی ایمیلایی که میفرستم 200 تا قشنگ نمیشنیدم. بعد اینجا میدونید که ایمیل واسهتون میفرستن که ما قبولتون نمیکنیم، مثلا یه جوری میگن که انگار مثلا ما لیاقت نداریم شما رو قبول کنیم، شما خیلی خوبیدا، و این چیزاش واقعا خوبه به نظرم. خلاصه من دیدم که نه، از این اپلیکیشن ها چیزی دستاورد من نمیشه، و شروع کردم توی شهر گشتن. یعنی که میرفتم دم مغازه‌ای، با اینکه من کلا آدم کمرویم تو این چیزا، خیلی کمروام، میرفتم ازشون میپرسیدم که شما نمیخواید کسی براتون کار کنه، یعنی خیلی با روی خندون و اینا. یه چیز هم که خیلی خوبه یاد بگید، همیشه در واقع چارشونه وایسید و یعنی صاف وایسید و خندون و هیچ وقت خمیده نباشید، هیچ وقت بیحال نباشید جلوی این آلمانی ها، چون یه حس بدی میگیرن ازتون. و سعی کنید همیشه خوشحال باشید، همیشه بخندید و اینو بگید. خب میگم واسه من اول خیلی سخت بود، یعنی به خودم میگفتم ساحلی ها میری تو میپرسی یا میمیری، یعنی دو حالت بیشتر نداره.
خلاصه که من میرفتم تو تا اینکه رفتم توی یک در واقع باری، پرسیدم که شما نمیخواد که یه آقای مسنی اونجا بودم. من تازه نمیدونستم که اونجا باره، بچه‌ها من فکر می‌کردم اونجا رستورانه، یعنی اصلا دقت نکرده بودم به اینکه اصلا مهم ندارم چیه، فقط میرفتم داخل مغازه. خلاصه این آقای گفتش که شمارتون من باید بپرسم از دخترم که نیاز داره یا نه. من شماره رو دادم، فکر میکنم یک هفته بعد با من تماس گرفتن که ما از تام‌تام، مثلا یادم نبود که این کدوم مغازه بوده، گفتم تام‌تام چی اونا، میشه آدرسو واسم بفرستید؟ که آدرسو برام فرستاد، یارو افتاد که آره. من رفتم اونجا شماره رو دادم. خلاصه گفتش که یه روز بیا پروبه سایت. دوباره من پروبه سایت رفتم اونجا و این در واقع با من تیک کرد، گفتش که ما کارمون در واقع شبانه است، یعنی ممکن است ساعت 10 باشه تا 4 صبح 5 صبح اینجور چیزا، که من قبول کردم. و بعد گفتش که 12 یورو، بچه 12 یورو کمترین حقوقیه که میتونن به شما بدن، اینو حواستون باشه. یعنی پایین از 12 یورو اصلا مجاز نیست با شما قرار داد ببندن، این اصلا نذارید زیر 12 یورو. اگه طرف 11 یورو نپذیرید کاملا، بگید نه من نمیتونم، اصلا نمیتونم اینجا کار کنم. حالا 12 یورو با من بسته بود و اینا، به علاوه این که ترینگل داشت، یعنی انعام داشت. خب توی بار خیلی انعامای خوبی میدن، بعد انعام دادن توی آلمانی ها یک فرهنگ رو میرسونه، یعنی یه جورایی کسی که نده یه آدم جالبی نیستش. خلاصه که من اونجا کارم رو شروع کردم توی هفته فکر کنم دو بار، ولی مثلا بعضی هم هفته ها بود که اصلا گفتن نمیخوام بیای، یا بعضی هفته ها میگفت سه بار بیام، اینجوری بود. یعنی خیلی کار فلکسیبلی نبود. به علاوه این که مینی جاب بود، یعنی کار 520 یورویی بود که من واسم واقعا شاید نمیصرفید. البته که میگم اگر که من میرفتم تو هفته با ترینگل خیلی در میآوردم، ولی بازم برام نمیصرفید. یعنی دنبال این بودم که یه کار بهتر پیدا کنم، که دوستان میدونستم توی یه کارخونه کار میکنن به اسم جکلینگز، که بچه‌ها این کارخونه که میخوام ازتون توضیح بدم، بچه‌های کانادا حتما محصولاتش رو دیدن، محصولات بیفی داره و خیلی در واقع کارخونه بزرگیه، فقط هم توی شهر ما هستش، یعنی به تمام آلمان صادر میشه، یعنی هیچ جای دیگه تو آلمان این کارخونه وجود نداره به جز آنسباخ. و خب میگم خیلی کارخونه بزرگه و خیلی نیرو میخواد، یعنی نیرو زیاد از حد میخواد، که من برای این شغلم اپلای کرده بودم قبل از بار حتی، ولی هنوز به من جوابی نداده بود. خلاصه دیگه پیگیر شدم، دیدم که مثلا داره بار یه جورایی کم داره به من روزای کاریو میده، یا مثلا یه جوری نیست که من برنامه‌مو بدونم، گفتم که به نظرم باید از بار بیام بیرون. خلاصه که من توی در واقع کارخونه رفتم یه روز پرو به سایت و بعد از یه هفته قرارداد رو نوشتیم و بهش گفتم که آقا من میتونم در کنار این کار، بچه این کاری که من الان دارم میکنم توی کارخونه هر روزم 8 ساعت هست، خب ولی کل هفتم 15 ساعته. چرا؟ ببینید مثلا من مثلا چهارشنبه میرم 8 ساعت کار میکنم، یه نیم ساعتش استراحته، مثلا جمعه میرم 8 ساعت کار میکنم، دوباره نیم ساعتش استراحته. پول این نیم ساعت رو به شما نمیده و جزم کارت حساب نمیکنه، یعنی نیم ساعت که تو استراحت میکنی این حساب نمیشه. پس در مجموع تو هفته میشه 15 ساعت. حالا من چقدر اجازه کار دارم؟ 20 ساعت، یعنی 5 ساعتم میمونه. من ازش پرسیدم که من اجازه دارم که این 5 ساعتمو کار دیگه ای بکنم؟ گفت از نظر من مشکلی نداره. گفتم آره من توی باری کار میکنم، دوست دارم که ادامه بدم اونجا رو، اگه مثلا بشه مثلا 5 ساعتمو با اون پر کنم. گفت اصلا برام مشکل نداره. بعد به اون کارفرما قبلیه، یعنی توی بارم بهش گفتم، گفتم که واقعیتش من پول اینجا برام نمیصرفه و نمیتونم اجاره خونهمو بدم، ازتون میخوام که من در واقع اگه اجازه بدید من 5 ساعت اینجا کار کنم و بقیه‌شون اونجا. اونم گفت مشکل نداره از نظر من، یعنی دوتاشون اوکی دادم من. نه باید بچه‌ها کارفرمای اصلیتون اول اوکی بده، یعنی همون کارخونه که من دارم 15 ساعت تو هفته براش کار میکنم. خلاصه که این دوتا، من اینجوری شد که دوتا کار با هم دارم. البته که من اصلا توصیه نمیکنم که دوتا کار با هم داشته باشید، چون که واقعا سخته. حالا ویدیوهایی که در واقع من رفته بودم جکلینگز و اینا رو براتون حتما میذارم. الانم کارخونه‌ای که ما هستیم یه مقدار کارخونه بچا سخته واقعا، چون که یه کاری رو باید مدام انجام بدی. آدمایی که اونجا هن نمیتونم بگم آدم بدی هن، ولی آدمایی که مثلا سال خوردن یه مقدار شاید، خلاصه اینجور چیزا رو داره. ولی خب ابتدای در واقع مسیریم و این سختی ها رو میشه به جون خرید برای زندگی بهتر.
مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب یادتون نره که من بتونم یه انگیزه بشه برام که بتونم ویدیوهای دیگه در این مسیری که اومدم رو براتون بذارم. پس دوستان